همزمان با نگرانی ها از کمبود قوت های هوایی در کشور، اینک آمریکا برای نخستین بار در بخش هوایی ارتش کشور 4 بال هواپیمای A-29 را به حکومت افغانستان تحویل داد. از این رو مقام ها در وزارت دفاع ملی تاکید دارند با بکارگیری این هواپیماها نیروهای امنیتی افغان بیشتر از پیش تقویت خواهند شد. افغانستان با پای خود استاد شود، افغان ها میتونه که از وطن خود دفاع کنه به شرطی که تجهیزات و وسایل و امکانات به اختیارشان داشته باشند. بهترین استعداد را جوانای افغانستان دارند و واقعا این جوانایی را که شما دیدین که تازه آمدند درس خود را تکمیل کردن و همراه تیارا یک جای آمدن و این از کل کده بهتر است. این هواپیماها همزمان میتوانند 36 نو سلاح مختلف نو را با خود حمل نمایند و در حمایت از قوتهای زمینی در میدانهای نبرد بسیار مؤثر باشد. از این رو سرپرست وزارت دفاع ملی استفاده از این هواپیماها را در امر سرکوب مخالفین مسلح دولت در کشور مؤثر میداند. و این سری ظرفیت و توانمندی قوای مسلح افغانستان برای مبارزه علیه حراس افغانی به خاطر دفاع از حریم فضایی افغانستان و سرحدات افغانستان یک نقش مؤثر را بازی خواهد کردند. پیش از این کشور هند 4 بال هلیکوپتر نظامی برای ارتش کشور کمک کرده است و این نخستین بار است که افغانستان پس از چندین سال از سوی آمریکا دارای 4 بال جنگنده های هوایی می شود. ما تعلیمات تقریبا به مدت یک سال در آمریکا سپری کردیم، در حدود 160 ساعت پرواز کردیم و فعلا هم آماده پرواز هستیم در افغانستان به هر نوع شرایط، پیشاپ باشه چی روز چی هوای خوب یا خراب باشه. با این حال سرپرست وزارت دفاع ملی تاکید دارد که کمک های آمریکا در بخش حمایت از قوت های هوایی کشور دراز مدت بوده و بر علاوه این کمک هایش قرار است 2 میلیارد دلار دیگر نیز در این زمینه کمک نماید. 4 تیاره جنگی از سوی ایالات متحده آمریکا امروز به ارتش افغانستان اینجا در حال تحویل داده میشه که هم‌اکنون نگرانی ها از کمبود قوت های هوایی در میان نیروهای امنیتی افغان بالا است. حالا باورها بر این است که با بکارگیری این تیاره های جنگی نیروهای امنیتی افغان بتوانند بیشتر از پیش در امر مبارزه با حراس افغانان در اقصی نقاط کشور برزمند. حسین ناصری، تلویزیون نورین،